آخرین خبر این ساعت. دادگاه کیفری فرانسه در روز سه‌شنبه 15 بهمن بررسی پرونده اتهامات رئیس سابق سازمان اطلاعات رواندا را آغاز کرد. وی متهم به همکاری در نسل‌کشی قوم توتسی در رواندا و جنایت علیه بشریت می‌باشد. قوم توتسی در رواندا در مقایسه با هوتوها در اقلیت اما مرفه‌تر بودند. تا روز ششم آوریل سال 1994 درگیری‌های پراکنده‌ای بین دو قوم هوتو و توتسی در جریان بود، ولی حمله موشکی به هواپیمای حامل رئیس جمهور وقت که از قوم هوتو بود کشور رواندا را به خاک و خون کشید. قوم هوتو جنگجویان توتسی را مسئول مرگ رئیس جمهوری دانسته و کشتار اقلیت توتسی را آغاز کردند، به طوری که شبه نظامیان هوتو در مدت کمتر از 100 روز با استفاده از سلاح‌هایی که ارتش رواندا به آنها می‌داد بیش از 800 هزار توتسی را قتل عام کردند. به این ترتیب حدود 80% از جمعیت توتسی به وحشتناک‌ترین نحو ممکن و به طور سیستماتیک به قتل رسیدند. ابعاد نسل‌کشی رواندا آنقدر خوفناک و گسترده بود که بسیاری آن را بزرگترین فاجعه انسانی قرن بیستم می‌دانند. در جریان این کشتار ناظران ملل متحد کمترین مانعی در اجرای این نسل کشی ایجاد نکردند. اولین دادگاه بین المللی کیفری در سال 1994 توسط سازمان ملل در تانزانیا برگزار شد که ضمن آن 65 نفر از جمله نخست وزیر وقت به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت محکوم شدند. در حال حاضر صحبت از کشتار سال 1994 در رواندا تابو شده است. بر اساس قانون رواندا مردم این کشور حق ندارند درباره هویت قومی خود حرف بزنند، ولی یک طنز تلخ تاریخ وجود دارد، آن هم این که صلح‌بانان رواندا به آفریقای مرکزی فرستاده شدند تا از وقوع فاجعه‌ای مشابه جلوگیری کنند.